نای بسیاری از حرفای جدی باشه که خیلی نیازی به تکرار نمی‌بینم. من شخصا مشکلات سختی که کشور دیده رو معتقدم که بسیار میتوانست کشور در شرایط خیلی خوبی باشه، یعنی با رأی 40 میلیونی میتوانستیم ما فضای بسیار خوبی رو در کشور داشته باشیم و بعد از رأی 40 میلیونی میتوانستیم یکی از مقتدرترین و صاحب نامترین و بزرگترین کشورهای صاحب دموکراسی در منطقه لااقل یا در جهان حتی باشیم. اما متاسفانه رفتاری که از طرف جناب آقای مهندس موسوی پیش آمد بعد از انتخابات و از طرف شخصیت‌های بزرگی مثل و جناب آقای خاتمی هم به دلایل مختلفی که متفاوت بود مورد حمایت قرار گرفتند و زیر چتر رو پوشش قرار گرفتند و در نهایت مردم آسیب اون رو دیدند و این ناامنی‌ها در کشور به وجود آمد، من در چنین شرایطی معتقدم که اول از همه باید اعلام بکنم از اینکه چنین شجاعتی پیدا کردم که این دیدگاهام رو بیام مطرح بکنم. خیلی خوشحالم، چون صبح هم گفتم شجاعت معمولا در رفتار یک جریان سیاسی با حاکمیت، یک اپوزیسیون با حاکمیت تعریف میشه، اما شجاعت این که دیدگاهی رو انسان داشته باشه و بتوان اون رو شجاعانه بیاد مطرح بکنه، من فکر میکنم اون مهمتره. بعد از پیروزی، بعد از پایان روز جمعه، اون توهمات خیلی شکل جدی به خودش گرفت. از اون بدتر این بود که بعد از اینکه آرا معلوم شد و نتیجه فاصله 11 میلیونی آرا دیده شد، باز هم روی این مسئله تقلب تاکید کردن. من بارها گفتم که دوستان اصلاح طلب قبل از پیروزی انتخابات همیشه روی این نکته تاکید داشتن که تقلب در ایران چیزی بین 1 تا 1 میلیون حد اکثر چیزیه که ممکن اتفاق بیفته. حتی در دوران آقای خاتمی رقم 400 هزار یا 500 هزار اختلاف بین آقای کروبی و آقای احمدی نژاد رو هم به عنوان تقلب نپذیرفتند و اون رو ازش به عنوان تخلف یاد کردن. این که کسی 11 میلیون اختلاف رو به عنوان تقلب تلقی بکنه و به جامعه ارائه بکنه، این نشانه اینه که طبیعتاً جامعه رو نمیشناسه. من در صحبت هم اشاره کردم که امام رضوان الله تعالی علیه حفظ نظام رو از اوجب واجبات میدونن، حتی از نماز هم در یه جای واجب، یعنی حفظ نظام رو در مقایسه با وجوب نماز مقایسهش میکنن. در چنین شرایطی کسی که خودش رو طرفدار جریان خط امام میدونه نمیتونه کاری رو بکنه که کل نظام دچار چنین آسیب بزرگی بشه، و واقعا دچار آسیب بسیار بزرگی شد که اگر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتداری که نشون دادن و با جمله مشهوری که گفتن که یک قدم عقب نشینی نمی کنم، یک قدم عقب نشینی کرده بودن، در این جریان متاسفانه نخبگان تجربه بدی دادن. اگر رهبری معظم انقلاب یک قدم عقب نشینی می کردن، ما مثلث ناامنی افغانستان، عراق، ایران رو در این منطقه داشتیم و این بزرگترین آسیبی بود که هم ایران را و هم انقلاب را و هم اسلام را و هم مردممون منطقه رو دچار آسیب میکرد. این آراء 13 میلیونی که واقعا با شور و شوق به ایشان داده شد و با امید به ایشان داده شد، این رو به جای اینکه در چنین فضایی مصرف بکنم، در فضای تقویت دموکراسی و در فضای تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی در ایران مصرف میکردن. یک پیام کوتاه تبریک بعد از دیدن رأی اختلاف 11 میلیونی میتوانست آینده بسیار خوبی رو برای ایران ترسیم بکنه، میتوانست بسیار امید در دلها زنده بکنه. این شعار تقلب
یک شعاری بود که مطرح شد بلافاصله بعد از انتخابات. این تغییر جهت نیست، این واقعا یک اشتباه بزرگی بوده که از طرف نخبگان ما شکل گرفته و این اشتباه رو البته در چند روز کوتاهی ما هم این اشتباه رو تأکید میکردیم و تکرار میکردیم، اما این اشتباه اشتباهی بوده که ضربه های بسیار بزرگی به کشور زده. به اضافه بر این که اصلاحات هم الان هم بنده خودم رو جزء جامعه اصلاحات میدونم، از بسیاری از مسائل مثبتی که انجام داده دفاع میکنم، ولی در این حال هم نسبت به موارد مشکل آفرینی که جبهه اصلاحات داشته خب انتقاد دارم. من یه موضوعی رو میخواستم خدمت شما عرض کنم که صراحتاً هم میخواستم بفرمایید، و اون اینه که هر کس اظهارات جنوبالی رو که بشنوه این سوال در ذهنش نقش میبنده که آیا شما تحت شرایط زندان و احیاناً فشارهای زندان در واقع اقدام به بیان این اظهارات داشتید؟ نقدهای متفاوتی که الان به جبهه اصلاحات یا به مسائل مختلف دیگه وجود داره، به خصوص روی انتخابات، روی قضیه تقلب در انتخابات که من معتقدم پاشنه آشیل آسیبی که ما دیدیم این برنامه‌ریزی بود که به اسم تقلب شکل گرفت، که این برنامه‌ریزی تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب‌ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت. این رو من از قبل هم بهش اعتقاد داشتم که این دیدگاه‌ها و این توهمات در جناب آقای مهندس موسوی وجود داره و نگاه هم نگاه منتقدانه‌ای بود، اما همونجوری که جناب آقای حتیجان فرمودن، این که اینها رو من بتونم جمع‌بندی بکنم، این قطعاً زندان درش مؤثر بوده، نه به خاطر خطراتی که زندان داره، چون زندانی که الان ما درش بودیم انصافا حالا من اینجا بگم زندانی نبوده که ما هیچ مشکلی من احساس کرده باشم درش اونجا، نه مشکل غیر از حالا زندان بده، اصل زندان رو خب هیچ کس نمیتونه بگه چیز خوبیه که، ولی غیر از این که اصل زندان چیز خوبی نیست، غیر از اون نه مشکلی داشتیم، بازجوهای بسیار مؤدبی داشتیم، بسیار با فهم و شعوری داشتیم، حرف ها و گفتگوهای بسیار جدی ما مطرح کردیم، زندگی عادی اون زندگی عادی خوبی بود. نگرانی ویژه‌ای در زندان از نظر شخصی ما نداشتیم، حالا یه دوره متفاوتی، اما من تصورم اینه که بسیاری از دوستان ما هم که حتی اینجا نیستن جرأت بکنم این رو میگم، ولی معتقدم بسیاری از دوستان ما هم که الان پشت این میز نیستن، اونها از نظر مبانی دیدگاهی با ما تفاوتی ندارن، شاید هنوز به اون نقطه پیدا کردن اون عزیمت جسارتی که بیان اعلام بکنن نرسیدن، نه اینکه توی محتوا با ما اختلاف نظر داشته باشن. بسیاری از افراد در درون جامعه توی محتوا با ما توی مسائل هم نظر هستن. من رد